با احساس بدی میام بیرون. من در به در دنبال میگردم دو تا رفیق خوب تو دنیای موسیقی ها تو وادی های دیگه دارم، چون منم الکترونیک خوندم قبلا، تو دنیای الکترونیک چند تا رفیق خیلی جنگ به قول معروف دارم. دنیای موسیقی دو کنار هم بشینی و اتفاقا رقابت هم خیلی خوبه، چرا رقابت نباشه؟ منتها توی فضایی که به قول معروف گفت، حتی ما وقتی میخوایم وقتی که رقابت میکنیم بعضی موقعا مثلا میگم من تلاش میکنم میبینم که مثلا تو پنجه سابق چه حالت خوبیه، من دلم میخواد اونو داشته باشم، خب تلاش میکنم بهش برسم. بعضی موقعا ما میخوام وایسیم، حال حرکت نداریم، اون کنارمون میخوام قول بدیم. حالا اصلا ساز بلد نیست آقا صابر بزنه، ولی خوشگله، یعنی میخوایم جلوی ایشونو بگیریم به جایی که بخوایم یاد بگیریم ازش. به هر حال در کل همین رو بگم، این فضاها چون بنیادش بر مهر و محبت به نظر من مسیر خوبی پیدا خواهد کرد. و در ادامه فرمایش عزیزمون، من یکی که از تمنا میکنم و خواهش میکنم که این ادامه پیدا کنه و با تمام وجودم میخوام مثلا از الان یه جل تاریخ مشخص بله. کنیم، بله به قول یا بگین که آقا مثلا کم تبلیغات بیشترش بکنیم، حتی مثلا از این مجموعه گزارش تهیه کنیم تو سایت موسیقی ما مثلا ارائه کنیم، اونجا یه بازتایی پیدا کنه، هر از گاهی هر کدوم از شما یه مقاله کوچیکی در این رابطه مشخص کنیم. من فکر می‌کنم جلسه بعدی اون چی هستش، عملاً اواخر اردیبهشت اوایل خرداد امکان پذیر باشه، چون بعد میاد و اینا دیگه اصلا جمعی درگیرتون. اگه سلام می‌تونید یه تاریختون رو تو اون اواخر اردیبهشت تقویم جدید سلام حسن من میخوام سر فصلش هم آقای بعضی شما عملاً رئیس جلسه شدید. نه بابا آخه من شرمنده واسه نه چیزی نیست، من چی من ولی میخوام یه چیزی بگم، به نظر من 3 ماه زمان زیادیه. آره زیاده خیلی، چون که حالا توی این ایدیه که اصلا نمیشه نه نوروزو که هیچی دیگه، نوروزو بگذاریم، نوروز تموم بشه بعد نوروز به نظر من، چون که میایم با هم دیگه هستیم جمع میشیم، خب صفا میکنیم، حالا سازی الان میزنیم و بالاخره آوازی فون خوبه دیگه. حالا مطمئن من چند تا مطلب میخواستم بگم. یک این که زمانش به نظر من فصلی اگه بشه که خود زیاده بچه ها سرد میشن، شاید کسایی هم که الان دیدن، البته آقای فریدون زحمتشون میکشن اینو اگه بشه مثلا توی این چیز سایتی خودشون که میگن یا تو همین وایبر آزاد چیز صاحب زحمتشون تیکه تیکه نمیدن چجوری به هر صورت بچه ها ببینن بد نیست. بعد تو اینجاش همین الان من به شما قول میدم همین جلسه قبطه دیگرانه، یعنی الان به دلیلی که فضا خوب پیش رفت و دیدن شماها برای بند توفیق برای من آره، به همین دلیل فکر میکنم یه اتفاق خوبی است و تا همینجاش قبطه دیگران خواهد بود و جلسه بعد اجتماعی بیشتری هست ان شاءالله که اینجوری میشه. بعد یه موضوع دیگه میخواستم خدمتتون بگم، اونم اینه که اگر بتونیم امکانش برامون باشه از الان یواشش به فکر این باشیم که اگه یادتون باشه آقای طهماسبی یه جایگاه تا چیز کرد، بله بله یادتونه خان جایگاه تار توی کارگر شما توی کارگر شما من که امکانش برام نیست، توانشی ندارم، ولی اگر به نظر من دوستانه اگه کسی جایی داشته باشه، دوستی جایی داشته باشه، امکانش براش باشه من یه ساز بیارم، دوستون یه ساز بیاره، ایشون بیارن، هر کدوم از دوستانی که هستن یه ساز بیارن بذارن اونجا، حالا نهایتش اینه که فرض مثال یه نفر آدم میذاره اونجا یه حقوقی بهش میده که آقا اونجا باشه، هم اینکه از خیلی چیزا جلوگیری میکنه، از یه معاملات وحشتناک. خدا شاهد من ساز دادم به کسی 7 میلیون تومان شیدم فروخته 15 میلیون تومان. خب خیلی بده، خیلی ناجوره. حالا اگه فردا یه اتفاقی بیفته شاید یقین منو بگیره کارو، منم که اصلا خود کاری نبوده که اصلا منم نگرفته، یه برزی بوده دیگه، اسم منم بوده یار، آدم ترس از این داره. اما اگه به نظر من یه همچین اتفاقی بیفته، یه جایی باشه که بچه‌ها بتونن بیان سازا رو ببینن، اشکالی هم نداره، انتخاب اونه که خوششون نمیاد، آقا خوششون نمیاد کسی که بذاره اجبار نیست. هم جای نیما هست هم جای من، مشکلی نداریم. آره ما دولت هم مثلا یه قسمت داریم زیر زمین، یه قفسه میخواد اینجا همین بالا یه قفسه، اینو ام دی اف بیاد بزنه
بعدم تارا رو آویزون بکنه 10 تا تار اینجا آویزون میشه. آره بعدشم چی تبلیغات هم بقول یارو دیگه الان روز روز تبلیغات آقای نیاتر دنیا هم هست خورشیدشون یا خودشون. حتی اگر مثلا نیاز به اتاقی باشه اون طرف دولت یه زیرزمینی هست اون اتاق اصلا کنم میتونیم پلان بشونیم یه قفل خوب بزنیم براش سازا چیده بشه حالا تشریف باید بیاریم ببینیم اینها میشه این کارو کرد آبا و بدون هیچ تعالی یه درصد یه برای همونجا چی در نظر گرفته میشه بشین دو قهر هم دیگه نه اصلا همه این سال نه اصلا ببخشید تا ما نگفتیم اصلا همه این سازا اصلا چه اشکالی داره واقعا تحصیلی برخورد نکنیم که واسه اون تارو سیدار باشه سازه دیگه باشه بیان دوستان باشن ببینن ببینن بالاخره شاید که سازیشون آقای هلوی هنرشون تو همین کار بود به نظر من بله ولی خب ایشون به فکر منافع خودشون بودن یعنی مثل یه بنکداری ساز عمل کردن نه اینکه بد کاری کردن خیلی خوب کاری کردن من خودم خیلی وقتا ساز میخواستم چاره ای نداشتم جز که برم خونه آقای هلوی 10 تا ساز ساز اونجا بود یکشو انتخاب بکنم بعد دارم برم دیگه حالا این وقتی با این نیتی که الان داریم انجام به اصطلاح میگیم باشه دیگه چهار نفرم باشن نوازنده اونجا اصلا سازنده قیمت تعیین نکنه واقعا چهار نفر باشن آقا سازو ببرین نگاه بکنن همه چیشو بررسی بکنن بگن آقا من تصورم اینه که خود به خود همه میرن سجا خودشون یعنی بعد از یک گذشت زمانی وقتی مثلا چهار تا ساز آقای برزی اونجا فروش رفت نوازنده یعنی علاقمند به سازهای مرادی آقای برگر دوست دیگه هست خب میبینیم که میبینیم آقای برزی بیاد آقای مرادی بیاد ساز درفت با این قیمتی که دادی عجب وفایی چون تخصصی میشه همه دوستان چیزن مورد تایید میشه اون میگم که این ساز تایید کنه کلا سرش نمیره حد اول بهترین مخز میشه برای اینکه ما میتونیم سازهای متنفره رو ببینیم همینجوری خیلی عالیه اردی بهش نظرتون چیه جلسه بعدی جمعه یازی آها یکم ببخشید من در مورد این جمعه میخواستم چیز بگم بس ساعتش ببینید من با دوستام صحبت کردم بچهای نوازنده معمولا شب بیدارن بچهای در موسیقی هنر چون که همشون میخواد بیدارن تا ساعت 2-3 بعد صبح به زور بیدار میشن چون کار خاصی هم که مثل ما که نیستن سحرخیزی من خودم سحرخیزم هم میشه ولی خب آره اما به نظر من اگه پیشه اگر که فکر میکنید دوستان همگی در واقع تصمیم بگیرن اگه فکر میکنید که جمعه روز خوب مناسبیه ساعتشو باید بدیم چه ساعتی مناسب خوبه اگر روزای دیگه مناسب هستش مثلا چه میدونم از طول هفته و ساعتش اینا به نظر من همه با هم دیگه به یه نتیجه برسیم ببینیم کدومش خوبه ترتیب باشیم مثلا من الان دارم نگاه میکنم 13 خرداد تولد حضرت قائم چهارشنبه هم هست مثلا آخه تعطیلی رو آقای بابا بیشتر معمولا متفرقه جای ممکنه حتی جمعه من خودم اکثر جمعه نیستم به خاطر این جلسه باقیش من موندم تهران نمیمونم میذارم میاد یه صبح توشم کار میکنم اینجوری که شما فرمودین مثلا بعد از ساعت 8 شب 9 شب بیا میکنم پذیر هست هشت دیره بعد از آن نمیشه برگشتنی ممکنه جلسه طول بکشه یه زمانی برای بچه ها ماشین پیدا کردن مترو اینا اما جمعه یه خوب من علت این که امروز اومدم به دلیلی که ترافیک نیست آره و من تونست یعنی فکر کردم اگه روز دیگه چون من غرب شاکه من اشتر یه سال اگه نمیشه اگه نمیشه روزی نمیمدم اصلا آره همون جمعه سه ساعت با ترافیک رو تحمل میکردم دوستان همون رو بخواهم نه آره نه صبح بودنش واقعا برای منم سخته آره میدونم تعداد زیاد بخاطر اینکه صبح بوده نمیاد بله من سال هاست طلوع خورشید ندیدم 12 بذارید 12 جمعه بذاریم یعنی جمعه مثلا 12 آقای برزی به نظر میاد با جمعه خیلی موافق نیست. نه 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 من مشکل ندارم من نه اون یه هفته در چون وسط هفته که باشه معمولا سخت آقا کیران نمیشه یعنی جمعه خوبه خیلی این تا اینجا جمعه منم موافقم شما این آقا وفایی آقا دیگه آقا دولت فکر ما آقا میگه که ما رو متقلی شما هفته شدیم در جریان نبودی شد دیشب به پیغام به اصل دفتر شبکه شب قسمت نشد